حسین، من میگم فردا برو با رئیس سایت حرف بزن، خب شاید یه راهی پیدا بشه. بابا برم بگم چی؟ بگی بخون. به دلیل غیبت‌های مکرر بابا اخراج شدن، تموم شد رفت کارش. میخوای من برم باش حرف بزنم؟ برم. بعد وقت حالا چندین بار پادرمیونی کرده بابا، این ابلاغو بعد 3 تا اخطار به من دادن. بچه زندگی منو خراب کرد. چه حرفیه که میزنی؟ چه ربطی به اون بچه داره؟ آقا این همه غیبت واسه چی؟ همیشه 14 روز مرخصی داشتم، 14 روزم قرض کردم گذاشتم روش، به این بچه رسیدم دیگه. حالا ناامید نشو، حل میشه. آخه به چه قیمت؟ تازگی ها پری رو دیدی؟ عین دیوونه ها شده، فکر و ذکر شده بابک. اصلا اینگار نه اینگار که من هستم، من نمیبینه مهتی، نمیبینه. الو، خب چرا دیشب تلفن نکردی؟ بابک حال ندار بود، بردمش دکتر. خودت سرماخوردگیت خوب شد؟ چیکار کردی واسه صابخونه؟ بازم پیغام فرستاده، من جوابشو ندادم، خودت بهش زنگ بزن. دیگه چی برات بگم؟ اگه تونستی چند روز زودتر بیا. مواظب خودت باش، خدافظ. ببین کتونی افشین یادت نره. میدون آزادی پسرم. دستی میخوایی بریم؟ میبینی که به چاره ای نیست، مجبورم، زندگیم داره اصلا میپاشه. بچه ها بزرگ شدن، پری افسی بچه ها بر نمیان، عاجز شده بیاست شو بخواه. خودم هم عاجز شده، 8 ساله یه پا اونجا یه پا اونجا. میکنه کار خوبیه. بابا سخت نگی، بچه هست دیگه. که چیه سخت نگی؟ تو که اینجا نبودی ببینی من چی کشیدم. این بروجک داره سوار بابک میشه. بازه داری ننه بازی در میاری یا نکنم چی؟ بریم خونه. دیگه داشتم میزه کت کت را میده، دیگه نمیخواد بیارش بار.
ادایشو بده. میگم ادایشو بده. نیدم. چه پر رو شده. چند بار باید بگم به مداد این بچه دست نزن. چه غلطی کردی؟ دفعه آخرت باشه. ما کنیم باید بشین ببینم. چه طرز غذا خوردنه؟ خوب شد دیگه این افشین نمیتونه موهاتو بکنه. بابا این کچل شده این گده گشت ما بیاد تو کچه آبرون میره. جای پاتون رو عوض کنید. این بار دستاتون رو کشیده به جلو قرار بدید. آرام کشش دست ها به سمت پایین و جلو خواهد بید. حرکتون مناسب برای کشش ما. را بیا فت میگم بیا بابا افشین بوده میتونم این بچه رو دنبال خودم بیم برون و بکشم. وقتی مردم این بچه رو نگاه میکنم با هر نگاهشون صد بار منو میکشن و زنده میکنن. چی دیگاه میکنم هری؟ بابا من که من صد بار بهش گفته بودم نمیبرمه. بابک جان بیا یه چیزی بخور مامان.
بابک بابک بیشتر موازنش باشی تحلیل شما اونجا بودی همه جا رو زیر پا گذاشتم سلام، کجا بودی؟ چقدر دیر اومدی، دلم شور زد. بچه ها خوابن. خب معلومه این وقت شبی. شامت یخ کرد. مهمون دارم. نمیخوای بگی کجا بودی؟ باید یه خورو با هم حرف بزن. خب بگو راستش بعدی من دیگه از این زندگی خسته شد کم آورد. یعنی چی؟ من نمیفهمم چی داری میگی. این بری جان ما الان 8-9 ساله داریم با هم دیگه زندگی میکنیم. از وقتی که با آبک اومده همه چیز به هم ریخته. اولش من نمیفهمیدم ولی الان حس میکنم سایه‌اش رو زندگی من داره سنگینی میکنه. هر روز هم این سایه داره تاریک‌تر میشه. پری جان ما دو تا بچه بیشتر نداریم. یکیشون سالمه یکیشون هم که اینجوری. اون سالمه رو هم داریم از دست میدیم. بد اخلاق، عناق، کینه ای. اون یکی هم که دیدی چیکار کرد. پری این الان 8 سالش نشده. وای به روزی که بزرگتر بشه. من خیلی فکر کردم پری. این دو تا بچه نمیتونن با هم دیگه زندگی بکنن. به نفعشون که از هم دیگه جدا باشن. کاش میشود بابک رو میذاشتیم یه مرکز استثنایی. بشین دارم حرف میزنم. یا چه میبینم هر جایی که بچه ها رو نگه میدارن که عریضکی آسایشگاهی اینجوری میتونه زندگی طبیعی خودش رو بکنه. ما هم مادام میریم بهش سر میزنیم. سن میفهمی چی داری میگی؟ منطقی باش پری. من به فکر افشینم. او بچه که دیگه درست شدنی نیست. لاغا به فکر این یکی باش.
آخه نمیشه که تو آخر اون با یه بچه علی بسوزی و بسازی. نمیخواستم بگی ولی اگه راه حلی نباشه بابک مال تو افشین مال من. بس دیگه تمومش کن. بابا من زورم نیست اصلا دیگه جدا بشیم و یه مدت دور شیم. به خدا یه بچه سالم بهتر از دود خل و چله. بابک باید به خاطر افشین کوتا بیاد. هرچی کمتر تو چشم باشه کمتر ضربه میخوره. اون بچه هم همینجور. این راهنده آخره. افشین جان بیا ماما برات خیار دوست کردم. بلندشو خرابش میکنی بابا. بابا تو گله تو از ویلچر خوش دامه جانم. چی میگی دو بسر یه سر بلندتر صحبت بکن ببینم. جانم چی؟ دوچرخه میخوای؟ تو مگه دوچرخه سواری بلدی گول من؟ خانمو بالاخره نگفتین تکلیف ما چیه؟ چیکار کنیم؟ چی میگی تو این بچه رو ما ورداریم ببریم شمال؟ آقا این طفل معصوم چه گناهی کرده که میخوای گم و گورش بکنی تو پسرم؟ گم و گور؟ خانمو من زندگیمو پای این بچه گذاشتم. مریضی این بچه زندگی منو به هم ریخته. 7-8 سال تو غربت تو بدبختی دور از زن و بچه. حالا بلند شدم اومدم اینجا. خانمو میدونی من چقدر حقوق و مزایا از دست دادم؟ یه تکنسین، حفار درجه 1 روی سکوی نفت. بابا من آدمی بودم واسه خودم. حالا اومدم اینجا شدم یه کارمند ساده و پیزوری. شما میگی من میخوام بچه‌مو گم و گور کنم؟ شما شرمتون میاد که این بچه رو کسی ببینه؟ این بچه چه گناهی کرده که سایه پدر مادر بالای سرش نباشه؟ نه زنم اونجا، نه عزیز من، نه. بابا شما نبودین نمیدونی یه چیزی داری میگی، ندیدین. این دو تا بچه دارن همدیگه رو جر و جر میکنن. افشین داره ضربه میخوره. دائم داره به خاطر بابای تغییر میشه. هر وای اون عادت اینم شده. هر کاری اون میکنه اینم میکنه. خب نذاریم. Thank you.
بابا جان همینجا بشی، من زود برمیگردم. بابات کجاست؟ رفته تو اتاقش. محسن، محسن چرا در بستی؟ با تو هم بالاخره کار خودتو کردی؟ چه بلایی سر بچه هم آوردی؟ الان یه ماشین میخواستم. پری بیا سوار شو، آبرو ریزی نکن. پری بیا سوار شو، بیا سوار شو، آبرو ریزی. چی میخوام؟ نمیام، بلم کن، جز شدم. بیا برو سوار شو. نمیخوام بیا. با جا داری میری، بیا برو. نمیخوام، بلم کن. پشت تو خیابون، بیا برو سوار شو میگم. گفتم نمیخوام ببینمت. بابک،
دندون واسه من افتاده. به بچه ها هم بده. سیزیه باشه پسرم. مدرسه دیده پسر رو چه خنده دار بود چه تیپی جایی بود اصلا تیپ افغانی بود بسه دندون آدم. مجید جو اینو بده به مهران. محمد جان بچه ها کیکش خوشمزه است؟ بچه به بابا نگاه کن نگاه کن آه بخم افشین جون بیا کادو تو باز کن بچه دست همه تون درد نکنه ممنون خیلی زحمت کشیده دندون کادو مال کارنه؟
بازم میام به دیدنت. نه 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 آفرین بچه. خب این میشه چند دومین بیسته؟ خیلی. این چه وضعشه امیری؟ چرا تکالیفتو خودت انجام نمیدی؟ چرا جواب نمیدی؟ امیری با تو هستم. ببخشینش دیگه از این کارو نمی کنه. این به من قول داده بود. نمرای دیکته و ریاضیشو دیدی؟ ای خب معلومه وقتی تکالیفت خودت انجام نمیدی هیچی نمیتونی یاد بگیری. خانم اجازه من قول میدم تو درساش بهش کمک کنم. اینو حتما میدی پدر مادرت بخونم. این آدمه داره باش را میری؟ چی شده؟ جسدی به این ایشکی با این حرف نمیزنه. مامان مجید باید بیاد خونم واسه درس. آره اتفاقا منم کارش دارم. سلام مجید جون. سلام. شما بفرمایی من خودم مجیدو میرسونم. نه بابا میره خوب تو درخت خونم دارم. آفرین پسرای خوبم. چطور پیش میره؟ خوب یاد میگیری مامان جان؟ آره دارم درس رو زود زود مینویسم. سرشی رو بیسکویت بخورین. مجید جون به مامانت زنگ زدم گفتم جای نگران نباش خب؟ مرسی ممنون. چیزی نمیخواین براتون بیارم؟ نه. پس بخونین. چیزی خواستین صدا. چرا پا شدی؟ دستشوی توالتون کجاست؟ چی؟ دستشوی توالتون کجاست داره میریزه؟ خب کنار حاله دیگه. تو بنویس من زود برمیارم. وقتی برگشته همه درس رو با هم دوره میکنیم. Ay, 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 ay,
پای فقط رود پای 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 باشه پای میانه بیبا سلام مجید جان، حال شما؟ احوال شما؟ مرسی خوبی؟ بله سلام خواهی من میری، حال شما، بفرمایید خواهش میکنم، بفرمایید الان ریاضیش تو این سالی که داره درس بخونه خیلی خیلی ضعیف شده ببینید، بار اول دومش نیست که تکالیفش رو خودش انجام نمیده من نمیدونم با این وضع چی پیش میخواد بیادش چهار منهای نو حلش کن هشتاد و چهار خب هفت و دو دیگه بازم اشتباه هفت و دو میشه خب دیگه نه خیره میشه هفت و دو پنج تو اونجا خالی علامت بیشتر رو بزن به سمت هفت و دو پنج افشین جان من و ماما میریم خرید زود برمیگردیم باشه ماما منم میام بابا چیه منم میام مامان جان ما میریم زود برمیگردیم بشین درساتو بخون باشه بشین بابا جون بشین بیا اینا رو حل کن من هم میرم تو حال تو ازم کمک نخوای همونجا هم درس میخونم هر وقت حلشون کردی صدام بزن ببینم چی کار میکنی هم چرا اومدی بیرون؟ چیه خونه رو گذاشتی رو سرت؟ خیلی سخته نمیتونم حل کنم سخته از اینا رو حل کردیم یه خورده به خودت زحمت بده میتونی برو تو بعدشم تو همه رو حل نکردی صدا نزن Mm-hmm.
باید منو ببینه. میبرمت، میبرمت بعدا مامان بابام خونه نیستن رو کرد. ساکت بچه ها، مشقا رو میز. خانم اجازه؟ داده خانم، دفترمون رو جا گذاشتیم. اشکالی نداره، فردا حتما تو سرویس جا مونده. سرویس؟ خانم اجازه، سرویس جلوی مدرسه برمیز. خیلی خوب، برو بیار. کدام عدد کوچکتر است؟ 1 کوچکتر از 3، 7 کوچکتر از 8. خب بچه ها، کدام عدد مساوی است؟ 4 مساوی است با 4، 5 مساوی است با 5. خب بچه ها، من میخوام الان برای شما یک مثال بزنم. میدونیم که هر عدد یا نسبت به عدد دیگر یا بزرگتر است یا مساوی است یا کوچکتر است. اگر که ما بگیم این دهن یک نهنگه و این یک نهنگ بزرگ توی دریاست، همیشه آقای نهنگ دهنشو برای تعداد ماهیای بیشتری باز میکنه
مثلا اگه اینجا یه دونه ماهی باشه، اینجا دوتا دونه ماهی باشه، اینجا پنج دونه ماهی باشه، دهنشو برای کدوم ماهی باز میکنه؟ اونجایی که تعدادشون بیشتره، اینجا که پنج تا هستن، چون نهنگ موجود تنبلیه و برای پنج تا نهنگ، پنج تا ماهی میاد دهنشو باز کنه، نه برای یکی دوتا. پس این دهن ماهی که رو به ماهیای بیشتری باز میشه، میشه علامت بزرگتر. و این سمت دهن ماهی که مثلا تو شکمش یکی یا دو تا دونه ماهی هست، میشه به سمت اعداد کوچکتر. پس ما اینو فهمیدیم که اینجا که دهن ماهیه رو به تعداد ماهیای بیشتری، میشه علامت بزرگتر. بچه ساکه دیده چه خبره؟ ساکت. سلام. چی کار داری اینجا عزیزم؟ چیزی میخواستی؟ دوستم درس بخونم. دوست داری درس بخونی؟ بله. مگه شما مدرسه نمیری؟ نه. چرا؟ میخوای بشینی پیش بچه ها؟ بیا بشین، بیا بشین پیش بچه ها. بیا عزیزم، بیا بشین اینجا ببینم پسر گلم. بیا. آفرین. بشین. خیلی خوب. نگفتی اسم چیه؟ بابک. بابک. فامیلی چیه؟ امیری. امیری. تو با این افشین امیری فامیل هستی؟ افشینگی؟ نه نه، این که برادرم نیست. چرا میگه افشین جون؟ چه کاری بود کردی؟ برو بشین ترجات ببینم. اه؟ من برادر ندارم، ندارم. بشین ترجات سر بی تربیت. کارت خیلی زشت بود، فهمیدی؟ میشین از جاتم تکون نمیخوری؟ نه لطفا دعواش نکن. اون راش میگه، من که داداش که این نشتم که اگر برادر تو نباشه نباید این کارو باش میکردی. برگردم. مواظب خودت باش. خدافظ. خدافظ. خانم اجازه؟
بیا اینجا کارت دارم. خدا منو بکش از دست شما دوتا راحت شن. اگه کارم نمکنم وای خریدم. بگی چطوری رفتی مدرسه؟ کی تو رو برد؟ خودم رفتم. آخه چطوری؟ تو که جایی رو بلد نیستی؟ من خب رفتم بیرون پشتم اون وقت رفت. تو داری به من دروغ میگی؟ نه من بذار بابات بیاد همه چی رو بهش میگم. حالا میفهمم که ما رو دوست نداری. نه تو خدا نگو. مامان جان مگه نمیخوای برادرت بره مدرسه؟ افشین آوردم. سلام مجید جون، بیا تو. نه باید تو برگردم خونه. نه من باید برم. مگه قرار نیست با افشین درس بخونی؟ نه امروز نه، فردا میام، فردا عصر. هیچی نتونستم با بابک تماس بگیرم. بابا مامانش خونه بودن. مثل این که من شک دارم. بسه میرم کجا میری؟ میرم آشپز خونه. بخور. خیلی میترسم. خودت بخور.
میل ندارم. دیگه زود بشیر شد. اوه ببین مادرت چه کرده، اون وقت داشت شکمون آشپزخونه رو زیر رو میکنی. مجید بیا بریم بازی، فقط نیم ساعت. چی میگی بابا؟ من به خاطر تو میام اینجا که با هم درس بخونیم. اون وقت تو میگی بریم بازی؟ من الان سر ندارم، اگر دوست داری برو خونه تو. من میخوام برم بازی. هر غلطی که میخوای بکنی بکن، دیگه هم دنبال من نیا، فهمیدی؟ چرا بابا باید شوخ کردم قهرون؟ بشه بله میام. روی دارم من تا برم دستشوی بیام وقت داریم. تو چقدر دستشویی میری؟ شو خیلی دوره؟ نه دو تا خیابون اونورتره. معمولا بابا افشین کی میاد خونه؟ حدودا ساعت 5. اونم اون مرچی. خونه شون کدومه؟ اونه زنگ دومی. خیلی خوب تو بودو برو خونه. خدا مگه میشه؟ آخه مگه میشه آدم با بچهش اینطوری رفتار کنه؟ جسارت منو میبخشید، ولی میدونید اگه موضوع رو اطلاع بدم چی میشه؟ این یک نوع کودک آزاریه. نذار این کار به جاهای باریک بکشه. خدا رو خوش نمیاد. مگه این بچه چه کرده که اینجوری زندانیش کردین؟ این واقعا خیلی دردناکه. دردناکه. اجازه بده خانم، اجازه بده.
فرض کنیم شما درست میگی و ما بچه با یه همچین مشخصات. فرض از رفتار افشین و بابک تو کلاس هر احمق نادونی میتونست بفهمه موضوع از چه قراره. آقای امیری، بیزاری یک نوع بیماریه، اونم چه برسه از بچه بیگناهی که از پوست و خون خود آدم باشه. بیزاری کدومه خانم؟ تو کاری نداشته باش. میگم تو کاری نداشته باش. بابک پسرمونه، ما هم خیلی دوستش داریم، تو همین خونه هم زندگی میکنه، این حق هم داریم هر جور فکر میکنیم درسته باش رفتار کنیم. ولی آیا واقعا فکر میکنید این رفتارتون درسته؟ واضح تر بگم، به این پسرتون نگاه کنید و به اون یکی. ببخشید، من از بابت فضولی ها معذرت میخوام. خداحافظتون. تو رو خدا نرید، خواهش میکنم. بابک گوش نره. همه زندگی ما همه یه بچه سالمه، ما دیگه بچه دار نمیشیم، باید خیلی مواظبش باشه. یا برکم آخرتو برحال اونم بچه تونه، اونم سهمی توی این زندگی داره. من که نمیتونم همه چیز زندگی ما به شما بگم، بس به خاطر معلولیتش به افشین سرکوف دادم. اونو نه تنها از برادرش بلکه از درس و مدرسه بیزار کردم. بلکه خودش هم خورد شدم. هرچی بزرگتر میشه بیشتر دوری میکنم. انگار قبول کرده واقعیت زندگیش همین یکی هست. ببینید آقای امیری، من یه پیشنهادی دارم. در چه موردی؟ آزاد کنید این بچه رو، بذارید به زندگی طبیعیش برگرده، بذارید معلولیتش رو از یاد ببره، بذارید بفهمه که آدمه. من بهتون قول میدم، خودم میام بهش کمک میکنم، از همین فردا میام بهش درس میدم، با آرش با افشینم کار میکنم. اگه شما اجازه بدین. اتاقش بعد همین باشه درسته؟ بالاخره کار خودتو کردی. آره اینقدر سخت نباش محسن، یه دفعه هم که شده به حرف من گوش بده. بذار معلمه بیاد، مگه چه ضرری داره؟ به امتحان کردنش که میارزه نمیارزه؟ اگه نشم که آسمون به زمین نمیاد، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. ها بشینم. چرا؟ دوستان. خیلی خوبی، بریم تو برپا بشینید بچه. محمد برو بشین میشه مجید. افشین برو بشین، بشین. تمومه؟ آمد هفت هشتا پنجم شیشتا
نه نه تا هشتاد و یک باد بابا باران باد بابا باران اب دریه یا باد بادک هفت شیش پنج ببینم افشین جان میشه ازت خواهش کنم بیشتر دقت کنی هفت هشتا پنجاب و شیشتا نه هفتاد و هشتا تو همه چیزت خوبه فقط باید بیشتر دقت کنی مهربون ترک مادر مهربون ترک بابا مهربون ترک گلها مهربون ترک آبی میرسد از مدرسه آوازی جنگ می آمد از راه دور فصل پاییز قشنگ خب این کتابم که تموم شد حالا میریم برای کلاس دوم چه جانورانی در آب زندگی می کنند قورباغه ماهی اما مثل قند جامد و مثل شیر ماهی نیست تلفن الکساندر گراهام بل است الکساندر باری کرده داری روز به روز بیشتر پیشرفت میکنی فقط میکروب نوشته میشه میکروب خونده میشه میکروب بابشو جا انداختی بهت نوزده میدم فقط برچست نمیگیری این گله اینم کوه اینم یه پسر خوشحاله خانم اجازه بابا خوبه؟ آره خوبه داره پیش میره برو برو نگران نباش بیا گله برای ما شما خسته شدن دیرش نشه دفلک چی میدونم گاشونی شما همیشه دراش شد اما بعد از آن های ابریشم ماشین های قطو در این درخت بادی برای آشیاب هر موکی هشته اول اینم هشت یعنی عدد سمت چپشون هشته تا اینجا چه فهمیدی؟ نه حواست کجاست بابا کاری نداره این اگه گوش میدادی تا حالا صد دفعه فهمیده بودی بازم حواستو بده به اینجا اینجا رو نگاه کن خیلی ساده است اینجا چهار تا عدد داریم که میخواییم از بزرگ به کوچیک بنویسیمشون گفتیم اول عددهای سه رقمی اول این هشته، اول اینم هشته اینا رو میایم پایین تمیز می‌نویسیم بابا من افشین رو یاد بگم تو یاد بدی بابا بیا بابا بیا بیا ببین افشین جون
از دو دستی رقمی ریاضی از چپ می میشم چون اینجا فهمیدیم بعد عدد اول اینا هسته و عدد دومش اینجا این شفره پس هشتاد و دو از هشتاد بزرگتره بعدم اگه پرسیدم کدوم کچکتره میگیم هشتاد کچکتره خوبه؟ خیلی خوبه افشین، باریکلا. آقای مدیر شما رو کار دار. خیلی خوب، الان میام. راستش اومدیم اگه بشه بابک رو بفرستی مدرسه. بازم کمکمون بشین. شما برین اداره آموزش پرورش بگین بابک به دلیل ضعف جسمی تو خونه درس خونده، تقاضا کنین ازش امتحان میگیرن. از کلاس اول تا چهارم همه رو با هم. زده به سرت؟ مدرسه نمیری؟ نه بیخود میکنی نمیری، مگه دست توه؟ نگاه کن نگاه کن ببین چی به سر خونه زندگی آورده. مگه الان قرار نیست معلمت بیاد اینجا؟ اگه معلمت بیاد اینجا بهش نگفتن چیکار کردی؟ ببر تو اتاقه. نمیرم. یه برو تو اتاقه بچه میکردی. ناراحت نباش بابا، همه چی درست میشه. بابا من مگه نمیرم تا افشین بره. هم تو میری مدرسه هم افشین. این اولو میشه. امتحاناتش راضی بودین؟ چجوره؟ نمره‌اش همه عالی شد. Come on!
پاشو ما نفهمیدیم توی Yeah.